پهپادهای مختلف حریم فضایی افغانستان را اشغال کرده ایمن و زواهری در شیرپور پیدا می شود بمبگذار انتحاری دیپلمات های روسی را در قلب شهر کابل در سفارت روسیه هدف می گیرد. آیا 21 سال بعد از 11 سپتامبر تاریخ تکرار می شود آیا تهدیدی از افغانستان متوجه جهان خواهد شد به میدان خوش آمدید مهمان من برای سالها چشم و گوش دولتهای حامد کرزی و اشرف غنی بود. او در نهادهای اصلی امنیتی و اطلاعاتی کشور کار کرده است. ریاست امنیتی ملی، ریاست گارد ویژه ریاست جمهوری و معاونت شورای امنیتی ملی کشور در کارنامه اوست. رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری کشور بود اما به اشرف غنی باخت. هرچند باور دارد که اشرف غنی انتخابات را دزدید. آقای نبیل انس حقانی را در شهر کابل گشت داده تا محلات انفجار و انتحار را به او نشان بدهد او بدنه اصلی قدرت را در حکومت طالبان به خوبی میشناسد آقای نبیل در دنیای پرتلاطم و به شدت قوم زده افغانستان کوشیده است خط میانه اختیار کند آقای نبیل خوش آمدید میگم که به برنامه میدان پیوسته آقای نبیل سوال اول از شما این است که وضعیت فعلی کشور را شما چگونه میبینین؟ قدرت در دست کیست در کابل؟ مننه نه نجف صاحب زه هم خپل نوبت تاسته تاسو محترم ملمنو ته بران ایوادوال تا که داخل دی افغانستان که دی و دی افغانستان چه به هر دی سلامونه اونی که هیلی وایم دیدگاه ما از, از اول نه دیدگاه برخواسته از, از گرایشات شخصیم بود بلکه از ما اول وقتی که بحث سال شروع شد ما به این فکر بودم و موقف ما همی بود که دلایل خود هم داشتیم که افغانستان به یک صلح نیابتی به جای نخواد رسید بلکه ما به یک میدان جنگ نیابتی دیگری تبدیل خواد شدیم مشخص سر سوالتان بگویم بسیار بدبینانه اگر قضاوت کنیم فعلا متاسفانه ما نمیتونیم ساختار فیلی یا یک حکومت بگویم که بتانه مشکلات افغانستان یا افغانستان از, از, از مشکلاتی که به او روبروست بروست بیرون بسازه بلکه یک مجموعه، ما خودم تعریف ما یک مجموعه از, از یعنی امنیت افغانستان اکثرن به دست کسای هستند که تابال در لیست سیای تروریستای بین شامل هستند اقتصاد افغانستان به دست کسای هستند که اونا در قاچاق مواد مخدر افغانستان دست داشتند مسائل اجتماعی ما به دست کسای هستند که اونا برخواسته از از خواستگاهشان مدرسه اکورا خطا که حقانی است به نظر نبی شما میگن آ... که اداره امور امنیتی به دست سراج الدین حقانی است اداره امور اقتصادی به دست آقای ملا برادر و گروههایی که در مافیای مواد مخدر بودن و اداره امور اجتماعی به دست ملاهای مانند ماننده الله و شیخ عبدالحکیم و خالد حنفی که دانش آموخته اکورا خطک یا مدارس دینی را در اکورا خطک آموختن دقیق دقیق ما وضاحت می, می دادم. شما ببینید در ریاست امنیت یا مثلا وزارت داخله و یا هم بدنی وزارت دفاع یا رده وسطی وزارت دفاع اکثر نمو کسا هستند وقتی که شما به لست مراجعه کنید و کارنامه هایشان ببینید بحث وزارت مالیه را مثلا وزارت هایی که اونا در امور مالی و چیز داشته باشند داشته باشن و همچنان مثلا بحث مکاتب بحث وزارت معرفه، بحث مداخله در زندگی اجتماعی مردم افغانستان حتی شما ببینید تقریری هایی که صورت میگیره تا جایی که من معلومات دارم بیشتر تقرری ها در جای مسلکی و اساس از این صورت میگیره که کی در 20 سال چقدر حساب از خود شدت وحشت نشان بده دیگه به او دلیل ما نمیخوایم که وضعیت چیز فیلی را ساختار فیلی را یا به نام حکومت یاد کنم بلکه یک مجموعه از چینی مردم است و در وضعیت فیلی اینا را ما حلال مشکلات گفته نمیتونیم بلکه اینا بیشتر باعث از این خواد شدن که افغانستان یک بار دیگر بر و جنگ های نیابتی منطقه که ما آثارش ما قبل نام آغاز شده بود و آثارش روز تا روز ظاهر شده میره متاسفانه تبدیل خواهد در ماه قوس ۱۹۹۹ و... آقای نبیل شما با اعلام تون از ریاست امنیتی ملی نوشته بودن که یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلمه خدا زیر سنگ آمده و اعتراض شما به سفر اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان به اسلام آباد بود و توافقات که قرار بود آقای غنی با پاکستان امضا کنه و این سفر شما را با خود نبرده بود حالا وضعیت دلتون از چه قرار است خب این یک وضاحت میخواد نه تنها مسئله مز... یک مسئله که شما یاد کردین اون نیست ما فقط میخوام دمی جا قبل از جواب به این سوالتان یک تبصره کنم چیزی که ما امروز میگم با احمدتنان شریک میسازم او هیچ گونه تمایلات شخصی قومی تباری هیچ چیز در او شامل نخواد باشه سیاسی فقط منعیس یک امانت که باید برای برای بعدی جهت پنگیری از, 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 اشتباهات تاریخی ما اشتباهات رهبران ما اشتباهات سیاسی ما در مجموع اشتباهاتی که ما شما در گذشته دور و نزدیک داشته فقط هدف ما است خدای ناخسته باعث از فکر چیز نشه که ما کدام چیز شخصی داره بحث ما خب اگر کمک موقع چون یک چیز است بعد از انتخابات پرتنش که حتما مطمئن هستم که بینینداد این بار حضار سوال های خواد کردن با وجودی که فضای یعص و امیدی بود اما یک امیدواری بود که دو بزرگوار دکتر سیب غنی و دکتر سیب عبدالله با تجارب مختلفی که داشتن که دکتر سیب عبدالله بیشتر تجربه مسائل داخلی افغانستان داشت و از یک قشر افغانستان نمایندگی میکرد که دائمی در داخل افغانستان بودند در هر شرایط و دکتر سیب اشرف غنی دارای تجربه به سطح لیست است اما آیستا ما دیدیم در اول بسیار روابط خوب کاری ما داشته من منظم با دکتر سبشتف غنی روزانه می نیم ساعت تمام اطلاعات استراتژیک هم شریک می ساختیم با دکتر سب عبدالله به این خاطر که ما هم یا موازنه را نگاه منظم دیدارای داشتیم آیسته آیسته باعث شد که اما چهار اطراف دکتر سای بشرفغانی بیشتر اونا حس ناراحتی کنند چون اکثرا موضوعات می آمد که به موضوعات استخباراتی بود کمکاری ها و بعض روابط از اونا هم دو افشا می شد مثلا من چند مثال کوچک برتان می گم هاتلاین یا, یا تلفون محرم مانده شد برای, رئیس جمهور و برای مشاور امنیت ملی و خواست مشاور امنیت ملی با رئیس آیسای و آه، 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 راهل شریف لیدرستیز وقت پاکستان مثلا او نصب شد آنتنش در, در بالای کلنیک در داخل ارگ این یک, حرکتی بود که ما را شدیدا به تشویش انداخت یک طرفه امتیازات به پاکستان داده شد ما هیچ وقت در مسائل پالیسی نمیخواستیم دخالت کنیم اما دیدگاه این بود که این مراودا به دو طرفه باشه یک ما نباید یک طرفه یک جانبه امتیازات همیشه امتیاز بدیم ما در هیچ چیز رو نگیریم آیا امتیازات تا آخر به آیسای داده شد تا پیش من میایم می تفاهمنامه استخباراتی امضا شد مثلا از مجالسی که صورت می گرفت بهانه‌گیری می شد و ریاست امنیت ملی از او دور نگه داشته می شد اطلاعات بسیار استراتژیک و مهم در بحث, بحث مخابرات در بحث جلوگیری از سقوط قندوز بسیار چند ما قبل قبل از اینکه قندوز به چیز بره در بحث های مرگ ملا عمر مثلا ما بسیار با وقت اطلاعات دادیم اما متاسفانه اطلاعات ما در نظر گرفته نمیشد و از طریق همو تلفونا بعضا اطلاعات آیسای ای اهمیت داده میشد شد این آیسای است ما را برد حتی دوسیه اختلاس مثلا از پیش ما دوسیه های اختلاس کابینه قبلی و یک تداد از دیگر اعضای چیز خواستن به جای از اینکه سرسو اقدام شود به هر دو طرف به انبر دکتر سیب عبدالله ما و بردم هم به دکتر سیب اشرف غنی از یک هزار تا, تا حدود پنجا پنج، میلیون دلار چیز اختلاس بود چون او باید بررسی شد و ما از خواهش داشته که جدی گرفته شود. اما برعکس مکتوب آمد که کارمندای ریاست امنیتی ملی از تمام ادارات دولتی بیرون شود و شمول وزارت خارجه یا فرضاً آقای در وجود داره آقای نبیل فقط پیش از اینکه جواب من بی بحث ببندیم و به و بریم به حضار گرامی من میخوام از شما بپرسم که آیا در آخر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان سفر داشت و از آیس خواسته بود که به عنوان رئیس اداره موقت آقای غنی رو در نظر بگیرد تا زمینه تعامل با طالبان فراهم شود یا نه اطلاعات ما است که هم به وقتی که بعد از امضای تفاهم دوحه ملا برادر با یک حیحت پاکستان رفت در اوجه امران خان از پیش میایت می تقاضا را کرده بود که اشرف غنی حاضر است که حکومت موقت بپذیره شش ماهه و اما شرطی شیست که در خودش باشه بعدش وقتی که پای جنرال کارتر داخل شد اطلاعات ما و هیچ کس هم تا نتانسته ای رد کنه حتی ما از بحث های چیز مصاحبه تلویزیون شما با جنرال کارتر هم ای سوال شد و نا هم رد نکردن بحث همی بود که خب ما اداره حکومت موقت قبول داریم اما در اصلش باید ما باشه متاسفانه ما اما فرصت های که کم و بیشی که چی شده بود امو مدیریت کرده نتانستیم و بالاخره وضعیت با وضعیت فیلی رسید سوال های فراوان دیگری هم وجود داره آقای نبیل ولی پیش از ای که من به بحث دامان به تو مخواهش بکنم از هزار گرامی که نوبت بگیرن و سوال اول دست چپ ما خانم خندان نشستن اینا از حضور شما دارن آقای نبیل خانم خندان سلام خدمت نبیل صاحب و گرامی خاندان دانش هستم کاندیدای مقطع دکترا همچنان کارمان تیم انستیتیت مسالات افغانستان سوال که ما از آقای نبیل دارم که با وجود که ما میبینیم طالبا یک گروه است که بدون غیر قانونی آمدن افغانستان و منوش خالق کردن شما چی ابزاری در سطح بین المللی برای مبارزه برای جبهات و طالب میبینید آقای نبیل ابزار مبارزه برای گروهی که شما فکر میکنین غیر قانونی آمدن و قدرت تصاحب کردن میبینین چه راهی برای مبارزه وجود دارد خب تشکر خواهر ما خاندان خب در شرایط فیلی ما در بحث نرمه vzor wa سخت افزار داریم بدون شک که بیرق یا یا اعلامه مبورزی مصالحانا را جبهه مقاومت بر دوش میکشه اما ما دیدگاه ما است که قبل از اینکه ما وارد این بحث ها شویم ما افغان ها در مجموع باید به با یک نتیجه یک پلتفرم سیاسی با روایت جدید برسیم که او ناشی از, از تجارب تلخ گذشته ما باشه و ما, ما بتانیم رای حل منطقی برای, برای, اشتباهات تاریخی خود که او وزنه از او سنگینی میکنه بالای شانه های چهار نسل باید اول و مشکلات خود به یک گفتمان ملی تبدیل کنیم و بعدش به یک اعتماد ملی و بالاخره به با یک برنامه ملی که به این صورت ما میتونیم که جامعه جهانی را هم قناعت فعلا جامعه جهانی بحث شمیز که امروز میگه طالب سقوط کنه شما چی برنامه سیاسی دارین که افغانستان به طرف یک جنگ خانمانسوز داخلی دیگه نره و بیشتر دیدگاهشان است که خب انتخاب بین بد و بدتر است ما بحث ما همیست که هر چیز اوتر ما بتانیم خصوصا نسل دوم و سیاسی خصوصا کسایی که باور دارن ما میتانیم از طریق گفتگوها مشکلات خود حل کنیم سینه اما ام 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 تاریخ خود بشگافیم استخوانایی که در, 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 در قلب ما جابجا جا شده او را بیرون کنیم و بالاخره ما از, از گرداب عرف و تاریخ کشور خود را بیرون کنیم و مطابق خواستای عصر فیلی یک افغانستان داشته باشیم که در او همه مشترک حس مالکیت کنه به نظر ما نه در وضع دوستا تفسیرهای مختلف را ما مشنویم هیچ کس طالب در قریه نمیخواه اما نمیبینه که ما در, در, یعنی کدام برنامه سیاسی که او را ما بتان افغانستان طرف یک وضعیت بهترتر تر بره ببره تا بال با او موفق نشدیم بدون شک تلاش بسیار زیادی وجود داره و, و انشالله به یک نتیجه زود خواهد رسن. در همین جاهای نبیل آیا شما بحث گفتگو با طالبان حمایت میکنین یا بحث مقاومت مسلحانه ما بحث گفتگو با طالبا این نظر شخصیم است نظر به هیچ صورت به نتیجه نمیرسه به خاطر که طالبا فکر میکنن که اونا مشروعیت خود از توفنگ گرفتن از 20 سال کشت کشتاری که در افغانستان شده از او گرفتن مشروعیت خوده و ما طالبا را برعکس خلیزات که اونا میگن ورژن دوم طالب ما ورژن سوم خشونت و اف دینی یا تندروی در افغانستان میبینم ورژن اولش مجاهدین بود بدون شک اونا اشتباهات کردن در این شک نیست صرف نظر از اینکه چی شد او را تاریخ میدانه و دومش طالبای قبلی بود که در او دوره اندک تفاوتی وجود داشت که اونا یک نارشی را ختم کردن او سومش طالبای فیلیست که تمام امنا ملایمات در دو دوره قبلی را اگر شما جمع کنید در دوره قبل طالبا مثلا انتحار انفجار زیاد نبود به می شیوه که اینا می مثلا استفاده ابزاری از ارزش میکنن نبود خب یعنی ای این بحث گفتگو گفتمان ما رد نمیکنیم اما فکر نمیکنیم که طالب بیا و و شرایط مردم افغانستان را قبول کنه تعلیم طالبان اه ب... درست آیا در, در درون طالبان کسانی نیستند که استعداد گفتگو را داشته باشند دلشان بر افغانستان بسوزه و رای خود از افراطیت و از اطلاعات و امنیت بیگانگان جدا کنن ما در مجامعه داخلی و بیرونی از کسان مثل ملا یعقوب میشنویم و کسان دیگه از این دست که دیدگاه متفاوت از آه. یک هسته تون رو طالبان دارن شما چه فکر میکنید؟ بدون شک بدون هستن طالبایی که طالبای قریای ماستن طالبایی که شکار افراطیت 40 ساله شدن طالبایی که شکار تیوریه که جنرال زیول الحق و اختر عبدالرحمن در اوایل جهاد افغانستان طرح کرد گفت که مو دغه خشونت د افغانستان په حد جوش بیا ک نه اوب دیک بریزه و نه یاتش خاموش شوه همو بود کې مدرسې را ایجاد کړل در بین 15 تا 30000 15000 18000 مدرسې غیر رسمي د مدارس رسمي و نسل در نسل ino سربازګيري کړل و بنا بر اما نزدیکی یو جغرافي خاص و د تعداد خلک ډیورند او نه د ایبخښ بسیار زیات کار کردل او فعلاً هم بدون شک هسته کسای کی میخواهند تغیر د افغانستان محسوس کوله کئ او رائے معتدله باشه و و او او رائے تفاهم باشه رائے امزش باشه که متاسفانه ای جرأت تهبال نکردند و ای وظیفه هم مو شماست که بلخره برای نجات افغانستان از وضعیت فعلی و وضعیت خطرناک بعدی ما, بالاخره یک گفتمان را باید شروع کنیم اما این گفتمان نه به اساس یعنی محوریت افراتیت باشه نه فقط در محور یک افغانستان با روایت جدید نه روایت های نه روایت قومی نه روایت تباری نه رسار قدرت میتونم تردیل با بحث طالبان و پشتونای افغانستان خواهیم پرداخت آقای نبیل اما اگر اجازه شما باشه حالا نوبت به یک سوال دیگه است که من میتونم از حضار بگیرم خانم بعد شما شما نوبت شماست سلام و درود خدمت رئیس سابق امنیت جمال حیدری استم یک از فعالین مدنی لندن رئیس شما سکاندار سکتور امنیتی افغانستان در یک مدت بودین باقین در هر کشور کسی که سکاندار سکتور امنیتی و کشور باشه از بالاترین استعداد اداره و منجمنت برخوردار می باشد چون سکتور امنیتی مختلط سیاسی و نظامی است در یک سال اخیر شما که با تجربه بسیار عالی هستین و شرایط امروزی افغانستان دقیقاً میار با ساختار گروپ مخفی امنیتی است چرا شما سکوت اختیار کردین؟ سکوت شما و عدم تلاش شما ناشی از عدم ریاضایت بازیگرای بزرگ در افغانستان است و یا یک دلیل دیگی در عقب از این هفته است در غیر از او از دید ما در, در, جمع تمام سیاسیون افغانستان کار شما بسیار مسمر می بود در قسمت بسیج و انسجام نیروهای ضد طالبانی تشکر آقای نبیل بفرمایید تشکر جناب ایدری صاحب خب ما فکر میکنم که ما از روزی که متفاونامه دوها امضا شد ما موقف داشتیم انتقادهای بسیار علنی خود داشتیم های خود برای مردم افغانستان ارائه کردیم سه چهار مقاله در مطبات نوشته کردیم در حد یک شهروند در وقت امی از توان ما بود حتی اطلاعاتی که ما می گرفتیم ماجل شریک می ساختیم اما سوال که در یک سال ما, ما،, ما... شما با عنوان یک... رئیس آه. امنیت ملی افغانستان در دو دور با عنوان رئیس گارد محافظان رئیس جمهور به عنوان معاون شورای امنیت ملی باید خطرات داخلی و خارجی را پیش بینی و مردم افغانستان نسبت به تهدیدهایی که متوجه افغانستان بود هشدار میدادن یعنی در این فروپاشی عظیمی که تمام دار و ندار بیست سالتان به هدر رفته آیا شما واقعا این خطرات دیده نمیتونستن جناب نجفی زاده صاحب خب این قضاوت هم میمانیم یعنی ما هیچ وقت از این نکردیم قسمی که یادآوری کردم اینا یک سال, یک سال گفتن یک سال اخیر ما در مویزگیری های قبلی خود بسیار تنها مانده بودیم چون اما ذهنیت ها طور مسموم شده بود که طالب تغییر کرده و پیش از سقوط هم ما را در بحث‌های بسیار جدی بین‌المللی و داخلی من حیث کسای معرفی میکردن که اینا جنگ می‌خواهند و طرفدار صلح نیستن. بعد از او هم ام ذهنیت ها اکثر چه بود که خب طالب تغییر کرده و باید در موارد زیاد بر زخمای مردم نمک پاش داده نشه و 20 سال در افغانستان جنگ شده و مردم یک نفس راحت کشیدن و بالاخره طالب تغییر میاره جامعه بین نلیر ما شما موقف های شدیدیم کشور های موقف موقف شدیدیم. ریاست امنیتی ملی نبیل کاری بود که نکردن و حالا امروز پشیمان ایمان خب، خب بدون شک در شرایط افغانستان وقتی که توقع از اداراتی باشه به جایزی که بیاین روی پالیسی های ملی اونا نظر خود بتن و اطلاعات خود بتن توقع باشه که در مسائل قومی و سمتی و یا هم گروهی گروپی وسیله پلیسی قرار بگیرن مشکلات هست یک کاری که و می اینجا برای اموطان خود بگویم زمانی که انتخابات به چالش مواجه شد که او هم گفتنی بسیار زیادی دارم فقط به خاطر وضاحت حالا هر چیز از دست دادیم حالا زیاد سرزی نمی پیچیم اما بسیار مهم است که ما قبل از از او هم موقف های داشتیم زمانی که انتخابات به تنش رفت در داخل شهر کابل توزیع سلا شروع شد از خود از, از, از توسط افراد و اشخاص مختلف به شمول یک تعداد اعضای دولتی ما جلسه مشترک داشتیم با دکتر سیب سپنتا وزیر سیب دفاع وقت که وقتا وزیر دفاع بودن بسم الله خان و زای صاحب روی از بحث کردیم که خب وطن به طرف پاشیدگی میره و در صورت که ما امو ساختارای نیمبند خوده ببینیم بی که وارد مسائل قومی و گروپی انتخاباتی میشه ما چی کنیم دو وقت ما یک اعلامیه را هم ترتیب دادیم دو دا اعلامیه بحث ما بود که بیاین یک جرأت کنیم به خاطر نجات دموکراسی به خاطر نجات جمهوریت ما اما زمام امور به دست بگیریم که هر چیزو تر ما انتخابات بسیار شفاف افغانستان شمول اگر براب انداخته بتونیم ای بحث شو مشاور امنیت ملی دراسي بحث بود فکر میکرم د کتاب خودم اشاره کوتاهی داشته اما تاسفونه یکی از میعزایي که د بحث داخله بود و موضوع را به بیرون به مطبات خارجی لیک کرد و به مو اساس اگر یادتون باشه ماثیو روزنبرګ یک کساس نیویورک تایمز بود و از افغانستان اخراج شد ای کاش ما مو وخت برای وطن استاد می و مجموعا یعنی تنها ریاست امنیت ملی من این سیگ ارگان امنیتی هیچ تنها کار از دستش نبود در بس بحث امریکای ها چون با کرزه سب دیگه یک روز آماده سازش یا یا بحث نیس متحد نبودن خارجی ها هم در بسیار موقف جدی گرفتن ای کاش در وقت ما می توانستیم یک انتخابات شفاف و و یعنی کمتنش نبیل شما در سال 2014 و فکر کودتای نظامی بوده که اقتدار به دست بگیره کودت نه کودتای نظامی نه وقتی که دکتر صاحب عبدالله به طرف خیمه روان شد دیجه امی... امی, تنش به بطر... وارد ساختارهای امنیتی خصوصا وزارت داخله و تا در حد کمی به وزارت دفاع داخل شد چون او تنشا را ما مانیتور میکردیم ما سر از او داشتیم منظم این او مرحله ما مایی بود اگر این قدم ها برداشته میشه در صورت ما باید نگذاریم که, که ما به طرف پاشیدگی داخلی بریم متاسفانه امو پاشیدگی داخلی تدریجا به میان آمد و تعریف دشمن از خواستگاه و جایگاه اصلیش انتقال شد به داخل دفترهای ما در مجموع در دفترهای کتاب و کوچه های افغانستان رنگین داد پنتا وزیر خارجه پیشین و مشاور امنیت ملی پیشین اشاره کردن و دوسیه انتخابات باز کردن پیش از اینکه دوباره به حضار بره می کتاب حالا به دست مست یک قسمت چه خدمت شما می خوانم و نظر شما را راجع به اون می پرسم آقای اسپنتا می نویسه که یکی از مسئولان تراز اول کمیسیون انتخابات در سال 2015 در حضور آقای خرم و استاد زلمه حوادمن و من گفت که دکتر عبدالله در دور اول انتخابات را با اکثریت 52 اشاره ۷ درصد برده اما سفیر انگلستان به نمایندگی از جامعه جهانی کمیسیون را وادار کرد تا این نتایج را اعلام نکند آیا آقای عبدالله انتخابات را برده بود؟ مشخص چون شما از می وسط یک چیز را گرفتین بعد ما هم یک چیزی یاد کردم اگر یک موقع بتین من موضوع انتخابات بسیار واضح بر پندګيري نسائند تشریح کوم د انتخابات اوس دغه وخت نشرو شو چې له د دې امنيتي مسولیتونو په اړه باندې تصميم خوريجانونه ونیو او ډاکټر صاحب اشرف غنی ته حوالہ کړ او کارزی صاحب د دا مغاوله اغه داوا چې په هر دلیل اغه دلایل باندې بحث نکوم چې د قدرت باید د ډاکټر سيباش افغاني ته انتقال شي. نن د 2012 دو دو سم کال نه د د بس شروع شو. روس دغه کلچې اول دور د انتخابات وشول په اول دور د انتخاباته کې د شوراوی ولاتي انتخابات ورسره یې وزای وو. در دور اول انتخابات انتخابات شوراوی ولاتي با با انتخابات ریاست جمهوری یو ځای بود. یکی از کاندیدای شورای ولایتی هرات به ریاست اومی امنیتی ملی مراجعه کردن، عریضه کردن گفتن که در کمیسیون شکایت انتخابات از ما سی هزار دلار طلب میکنن و میگن که ما شما را شامل لست کامیاب شده ها میسازیم ما این موضوع را بردیم به مراجع تصمیم گیری چون ما حق نداشتیم در مسائل انتخابات مداخله کنیم قانون انتخابات بسیار تصریح واضح بود الا مسائل جنایی همچین مسائل در بر برای ما گفته شد که خوب است شما این قضیه را انکشاف بدید ما این قضیه را مستندسازی کردیم بعد دیدیم که این موضوع از کمیسیون انتخاب شکایات انتخاباتی راجع شد به کمیسیون انتخابات چون کمیسیون شکایات نمیتونست متعهد که کرده بودن او را جز. وقتی که اونجا چیز شد قضیه رفت بعدش ما ما اطلاعات اولی که گرفتیم ما شخصا خود اطلاعات بسیار منظم به کرزای سب انتقال می دادم هم نوشتاری و در اونجا وقت خوشبختانه امنیت ملی یک ارگانی بود که حساب میشود سرش که بیترف است مثلا ما چهار معاون ما آقای اندرابی بود آقای دکتر یاسین زیا بود حسام الدین خان بود و آقای حسین فخری بود ما این موضوع را اوجا انتقال دادیم و اونا گفتن که خوب, خوب از شما این موضوع را تعقیب کنیم ما باز به با محکمه مراجعه کردیم حکم محکمه را گرفتیم بالاخره ما در حدود پنج هزار مکالمه را ما از تقلب انتخابات ثبت کردیم در بحث تقلب انتخابات دور اول انتخابات تقلب بود اما نه به او حدش وقتی که در بحث انتخابات به دور دو رفت یک طرف در هر دو طرف تقلب صورت گرفت دی هیچ شکی نیست اما یک طرف بسیار سیستماتیک از نصب اعضای یا استخدام اعضای کمیسیون گرفته تا تا با با پر کردن صندوق دیگه طرف در بعض ها به زور توفنگ یعنی ایر ما بسیار به امانتداری گزارش می دادیم بالاخره به با با مجلس شورا امنیت که که در وقت وزیر صاحب دفاع وزیر صاحب داخله مشاور صاحب امنیتی ملی این همه شش تا بودن با باز گزارش دادیم برای ما گفته شد که خب این موضوع کمیسیون انتخابات است شما برین به کمیسیون انتخابات ما با سه نفر چهار نفر از همکارایم فکر میکنم کنم من در آبی بود و یک تعداد دیگه از همکارای ما از با متکیب با نظر داشته اساسیت اصا... موضوع به کمیسیون انتخابات رفتیم اما آیا آیا آقای اسپنتا درست میگن که عبدالله عبدالله با اکثریت 52 ممیز 7 درصد انتخابات برنده شده بود یا آقای اسپنتا دروغ میگن؟ نه بس دروغ نیست بحث چیز است یک مسئله بود نمیفهم که چون ما در بحث های کمیسیون و یا چیز هیچ وقت داخل داخل نه بودیم چې څه کې ما دو وختي داشته دور اول انتخابات ډاکټر سب عبد الله رائے شون بلند بود او ډاکټر سب زلمی رسول د ردی دوم قرار داشت ځاله بس هغه پس هغه آغا... غمی حتی دمر دوم نتایج نه بود در دور اول انتخابات وختي کې زلمی رسول استاد سیوف او یوک دياد بزرګای دیګه به کمپ ډاکټر سب عبد الله د دور دوم رفتن دو وقت و بحث انتخابات و تقلب انتخابات و, و صافکاری انتخابات آغاز شد ای بود که دکتر صاحب عبدالله برنده صد است و ایران آل نمی فهم که او برزرگواری که از کمیسیون آمدن و در چیز گفتن که هدفشان دور دوم انتخابات بود یا دور اول دور دوم اگر انتخابات شفاف صورت می گرفت ما هم ما هم تحلیل و برداشتا و معلوماتی که از از کارمندهای ما از سایت های مختلف جمع کرده بودیم در دور دوم دکتر سیب عبدالله برنده بود اگر آرای شفاف جدا در دور اول در دور اول پینجا جمعه یک چون همون چیز هم پورا کدنش مشکل بود چون دکتر سبز المعید اصول هم یک رای خوبی را گرفته بود دیگه ای فکر بکنم یک چیز شده باشه هست. اما ای, 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 ای که حبیلی. یک سوال دیگه هم ندارم باز بیره به با حضار گرامی به اجازه شما شما در جای گفته بودن که ماشین های چاپ کارت رایدهی در خانه یک از مقام های بلند دولتی وجود داشت و یک از مخاطبای ما در فیسبوک به نام محمد جواد رحیمی میگه که آقای نبیل یک بار از جعل و تقلب به غنی حرف زده بودن گفته بودن که اشرف غنی با کلدار پاکستانی و با استفاده از کارت های رایدهی جعلی برگ رسید و از اینا از شما در واقع خواهش میکنه که بگوین که ماشین های چاپ کارت رایدهی در خانه کدام مقام بود خب چون این بحث انتخابات یک بحث چیز است به تفصیل اگر صحبت کنیم بیاین یک چند دقیقه خیمه رو چیز وقت بتین در دوره اول اطلاعات که ما میگرفتیم پاکستان بیشتر طرفدار برد دکتر سب عبدالله بود بدون شک کش میکردن با همه کاندیدا به داشته باشند محاسبه از اونایی بود اطلاعات که ما گرفتیم که گویا دکتر سب عبدالله و تیمش اگر به قدرت برسن ممکن یکی باعث باز بعض شود در پولیش ممکن مسئله خط گیرند به رسمیت بشناسن وقتی که دور اول انتخابات به او قسم چیز شد و رفتیم با دور دوم انتخابات در دور دوم انتخابات دکتر غنی سفر داشت به پاکستان که زاخلوال وال صاحب میتونه در این باره وضاحت بیشتر بده چون اون مسئول مالی تیمشان بود و آنچه که یکی از اعضای برجسته تیم کمپاینی دکتر صاحب غنی دکتر فاروق وردک گفت که سه کس پول گرفتند اونا اصلا سه مرجی فکر میکنم هدفشان بود اه، پاکستان، اه، عربستان سعودی و امارات و در بحث از که اعضای کابینه بسیار واضح از معاونین رئیس جمهور گرفته تا وزرا حتی بعض وزرای سکتور امنیتی این بحثی بود که یک بار یادم است در مجلس شورای امنیت به طور حساب شوخی کرزای برای بعضی از وزیرها گفت خب ما میفهم تو با کدام تیم هستی تو با فلان تیم هستی اما در اینجا من میخوام یک وضاحت بودم مردم خوب است که ما قبل از در دور اول انتخابات پیش سب رفتم نزدش و گفتم کرزای سب تیما کلش تقسیم شده دارات تقسیم شده وزارت ها تقسیم شده نبی آقای نبیلی آقای مقام, مقام بلند پایه دولتی چه کسی چه؟ بود؟ میتونه با مردم افغانستان ما من ما با شما مياهیم. فرصت میتونم برای بار دوم آه آه ما یکی از اعضای مجلس شورای امنیت بود ما صلاحیت گرفتاری از او را نداشتیم ما وقتی که اطلاع گرفتیم که در اینجا ماشین چاپ کارت نصب شده در وزیر اکبر خان اطلاع را بردیم به مجلس شورای امنیت و با شخص کرزی سه ما شریک ساختیم و فردایش او صندوق از اوجا انتقال داده شد خب چون این صلاحیت هیچ کس نداشت که بدون حکم محکمه بدون سر اوام در بحث انتخاباتی وارد خانه یک کس شود ما این اطلاع را به کمیسیون انتخابات دادیم فردا صندوق از اینجا به جای شد بسیار از مروهای که حساب بیشتر سایه سبز بود و کارمندای تعقیبی امنیتی توان نداشت که سایه سبز داخل شود او کارتا به خانه یک عضو دیگه کابینه مجلس شورای امنیت انتقال داده شد ما این بحث هم به شورای امنیت انتقال دادیم هم به کمیسیون انتخابات احوال دادیم بالاخره هم قضیه متاسفانه چون بحث جدی امی بود هم جامعه بین حالا هم کمیسیون هم تارنوالی به این نتیجه رسیده بودند که باید یکی از کاندیدار به نظر میرسد آقای نبیل شما به بس سوال ما جواب نمیتین یک سوال شما قرضدار ما هستن بگذارین به حضار بریم و از حضار گرامی سوال بگیریم آقای حمد بفرمایید سلام بر شما جناب آقای نبیل و حضار گرامی و مجری محترم برنامه صدیق قیمت هستم یکی از فعالان جامعه مدنی سوال من است که در 20 سال جمهوریت آیا ایالات متحده امریکا نمیدانست که هسته محرک و تحمیل کننده جنگ در کجاست که بدون شک میدانست چرا با متحد استراتژیک خود یعنی افغانستان درو و دو پهلو برخورد میکرد و شما در هسته قدرت یعنی به اصطلاح تیبی در سلا ترسیکا یا زیر ترکیه مغز احساب جمهوریت دشسته بودید اما هیچگاه صدا بلند نکردید را و یا امریکا و متحدین از او را نساختید که جنگ از کجا بر افغانستان تحمیل شد ممنون استم آقای نبیل بفرمایید تشکر خوب امریکا دقیق میفهمید اطلاعات بسیار دقیق داشت اطلاعات دقیق هم شریک ساخته میشد. شد از, از مری گرفته تا شورای پشاور آدرس های خانایشان اطلاعات دقیقی بود همراهشان شریک ساخته شد متاسفانه قسم که شما هم از مطبات شنیدین از کتابا در شده امریکا شی بود که به مو که پاکستان برای ما مهم است درستاس افغانستان د یو ستراتیژیک ما هسته، اما پاکستان برمو اهمیت داره. و د دا دې مواظحت بسیار زیات داره چې څنګه هم بحث سولره پاکستان هایجک ها کړي یا یا بغران گرفت، څنګه خلیزات د فتن په در خط منافع پاکستان قرار گرفت، څنګه امریکا با 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 پاکستان به قناعت داد چې افغانستان به طالب بسپاره اگر وقت بوده ارتباط وضاحت های خود داشتیم و در آینده هم در بحث خود کردیم فقط ما میخواهیم که برتان بگویم وقتی که ترامپ اعلان استراتژی جنوب آسیا خود کرد پاکستان به شدت به تشویش شد و لابیگره از اونها فعال شدن به پاکستان به امریکا دو پیشنهاد کرد خب ما دو را داریم یکی ای که ما به ضد امی گروپ های تروریستی که ما میدانیم کجا هستند اقدام کنیم در او صورت ما خود ما پذیر هستیم به مو حده که ما در بین این گروپ ها نداریم این گروپ ها بالمقابل در نظامی های ما یا در فامیلایشان شان رخ ندارن و مثال آوردن از حملاتی که بالای میدان هوایی کراچی مهران شد و چندین حمله دیگه اگر چون این کار ما کنیم اینا دسترسی پیدا خواد کردن به سلاح تکتیکی هستوی پاکستان که او باز یک فاجعه بسیار کلان است اما اگر شما اختیارات افغانستان و مهار کردن طالبا را بر ما بتین ما طالبا را به این قانی ساخته میتونیم که بالای اهداف و منافع امریکا حمله نکنن و گروپ های توریستی را مهار کنن ولی یک بخاطر با با داشته باشید یک طرح دیگه هم بود آقای نبیل که طالبان توانستند و جهانیان نشان بتن که در واقع اینا نمایندگی واقعی از مردمان پشتون ما میکنن نه تکنوکرات های مثل شما آقای کرزای، آقای اتمر و غیره. خب من فکر نمی کنم که بحث بحث برای طالب این بحث باشه که خب ما نمایندگی از مطلق از پشتون میکنیم در اینجا بحث مسائل دیگه بود که ما میخوایم به پنج حلقه بسیار کوتاه چیز کنم هرگاه خط منافع طالب پاکستان و امریکا در یک خط قرار گرفت و در پولیش حکومتی که کاملا منزوی شده بود سیاسیونی که کاملا متفرق بود و بر محور منافع شخصی خود میچرخید و ملت غرق در خون و همسایه بی یعنی در او وقت بسیار نمی که برنامه چی است اما وقتی که بحث دوحه شروع شد تمام کشورهای همسایه ما کوشش کردن که مراوبت خود با طالبا از حالت تکتیکی به وضعیت استراتژیک ببرن چون به این نتیجه رسیدن که طالب آمده نیست بحثی که در دوحه بود بحثی که در, در ساختار بود او بحث نبود بحث که خب این نماینده پشتون و این نماینده دیگه اب خب اگر, بله. اگر, 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 طالبان از پشتونان افغانستان از پشتونهای افغانستان نمایندگی نمی کنن. چرا یک رهبر قابل قبول جدی پشتون در برابر طالبان نیستاده این سوال مردم است یعنی شما استادگی را حتما باید اما کسایی که شهرت دارند در مسائل مختلف این بحث من نمیخوام هیچ وقت من بحث قومی من خوشم نمیه متاسفانه در, در چل سال در این نیست که افراطیت بسیار منظم در در یک جغرافی تزیید شد بر به خاطر سربازگیری در این شکل است که اکثریت طالبا پشتون هستند اما این هم باید به نظر ما به انصافی خواد باشه که ما تمام پشتون ها را بگوییم که شما همه تان طالب هستید بله انگشت انتقاد ما باید به طرف نخبه ها و سیاسیون یک تعداد نخبه ها و سیاسیون پشتون بگیریم که چرا در, غلاف حساب افکار قومی یا تباری که دارند از طالب حمایه میکنن یا حداقل صدا نمیکشند اما اگر ما بگوییم که هیچ کس استاد نشده درست نیست که چیز شوه از اقوام دیگه هم زیاد جدی کسی تا باله نتانسته یک محوریت جدی را ایجاد آلا. آلا کنه ما بحث ما آقای برم برموسر... برموسر... نبیل برای ایجاد محوریت چیست؟ شما برای سال آینده پنج سال بعد آینده افغانستان چه برنامه دارد؟ ما با یک مجموعه کلان در تماس هستیم سرزمین مسائل کار میکنیم ما یک دیدگاه متفاوت داریم آنچه که در گذشته واقع شده ما تاریخ خود و در گرداب قدسیت تاریخ و عرف از این باید افغانستان را ایرون کنیم ما نمیتانیم با نقصه های سابقه در عصر فیلی افغانستان ببریم به طرف یک جغرافیه ای که ما در او حس مالکیت مشترک کنیم ما بحث ما امیز گفتمان ملی باید ایجاد سر از سرازی کار میشه قدم های برداشته شده اما متاسفانه مشکلات که وجود داره ای بدون شک با, با, با کندکاری ما آجی هستیم اما به زودی انشاءالله ما موقف خود در روی بسیار مسائل ملی و بردن اگر گفتگوها و افغانستان, افغانستان های نتیجه از نتیجه نداد آیا مقابله مسلحانه مثل جبهه مقاومت در برنامه شما هست و اصلا اصولا شما نظرتون راجع به احمد مسعود و مقاومتش چیست خب در بحث مقاومت من, من میگم مقاومت مردم افغانستان از 20 سال مقابل طالب جریان داشت اردوی ملی ما نیروهای مختلف مطبوعات علماء ما خواهرای ما مکاتب یک روز مکتب انفجار میشد صبح پس همگی حاضر می بودن ای که او مقاومت یا رهبری یا سیاسیون یا نخواستن یا نتانستن یا در مجموع جامعه جهانی در مشکلات را ایجاد کرد او یک بحث جداست بحث مقاومت که بعد از پازده اگست ایجاد شد بدون شک علم بردارش آقای احمد مسعود است در هم شک نیست که ما در بسیاری مسائل با اونا دیدگاه مشترک داریم اما مشکلات در ساختار و چهار اطراف از اونا هم وجود داره و ما دیدگاه ما است که اول باید به یک پلتفرم سیاسی به نتیجه برسیم و در صورت ما میتونیم مقاومت افغانستان شمول بسازیم کریمی و از حالت بای... نظامی به طرف ی... یک قیام ملی ببریم از میان هزار آه... جام نبیل سم اگر شما باشه از آقای کریمی سوالا بگیریم کریمی سلام خدمت شما حاضرین در تالار زوی کریمی هستم رئیس انجمن علی شیر نوایی سوال ما ای است که آیا بدیل جاگزین طالبا است و اگر هست غرب ایمایت میکند تشکر آقای نبیل بفرمایید باید ایجاد شود باید نسل دوم و سوم سیاسی با احترام به سیاسیون گذشته ما باید ایجاد شود و گروپ های مختلف در می تلاش هستند مهم هم است که چگونه ما میتونیم ما روایت ها را مشترک بسازیم و از تجارب خونین و تاریخی گذشته خود ما پند بگیریم اگر کمک دی نتیجه توانه رسید و متاسفان افغانستان دیر بعد حالت خطروان دی افراطیت بس په ځاي اختلافات دی سالافیزم دی 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 عباند دی دی نورو د منطقي ورس پره زیاتيي او هغه ابزار شته انګیزه شته جغرافيشته او امکانات شته هغه افغانستان دسي بل خطر ته داخله داخلو یي چی پریخه همزمو جغرافیه همزمو هویت په خطر کې وي او موکه په لکه په وختو کې چې غافل پاتیو او هرڅه مونتظر و چې خوريجان څه کوي نو خدای نه خوسته غوړت بعد موږ نه رسې او د افغانستان ولز ځوانان خصوصا ځوان نسل بعد لوس به کار شي اوای نوبین شما په خطر کې متوجه افغانستان است اشاره کردنه در واقع برګردم په مو بحث اساسي مو او یو جهان باید نگران باشه با توجه به که شما اولین کسی بودن که از حمله هوایی امریکا در کابل خبر دادن که ایمن و زواهی را کشت آیا روابط طالبان و القایدر که بینن نگران میشن؟ جفیزاده سب بعد از اینکه عملیات ضربه از در 2014 در پاکستان صورت گرفت و نیروی امنیتی افغانستان مصروف تامین امنیت جنجالی انتخابات تقریبا یک سال ما مصروف تامین امنیت انتخابات بودیم با استفاده از این فرصت از راه های مختلف از جایی که اونا نفوذ بیشتر داشتند به محاسبه ما در وقت در حدود 8 تا 10 هزار توریست خارجی در افغانستان از گروپ های مختلف از جندل خلیفه گرفته تا جماعت الانصار تا ترکستان شرقی تا ازبکستان تا تی تی پی تا القایده شب قاره هند تا القایده و اینا جای به جای شدن بعدش موضوع داعش شد که داعش هم ما میبینیم که فعلا فعال هستن سربازگیری میکنن خطر به مراتب بیشتر است از, از قبل از 2001 یا در جریان 2001 او وقت گروپ های منظم ب... شکل فیلیش وجود نداشت او وقت اجندای منطقوی به این شدت وجود نداشت حال منطقه تقریبا تمام منطقه در داخل افغانستان جنگجوهای خود داره تروریستای خود داره و یک قسمت از بزرگ از طالبا با اونا همکاری میکنن و در ضمن جغرافیه دارن انگیزه دارن وقتی ای که هر قدرت و هر کشور طالبان و توریستا و گروه های نیابتی خود دارن حمله به سفارت روسیه باید معنادار باشه یا هم پرواز های آمریکایی امریکایی یا خارجی معنادار باشه آیا میشه گفت افغانستان یک جغرافیای بدون صاحب شده؟ دقیقا نیم فکر میکنم زیاد به توضیح چیز ندارد چون پیامی که به ازبکستان فرستاده شد به تاجکستان فرستاده شد به روسیه فرستاده شد عملاتی که صورت میگیره روزمره از طریق مطبوعات و تلویزیون شما نشر میشه که تیارات سرنشین فضای افغانستان دور میخورد، ای همش ای می میرسانه که ما وارد او مرحله میشیم که هر همسایه ما متاسفونه په فکر ازي كه خوب حيات خلوت امنيتي ماست و پيش ازي كه خطر وريده كشور ما شوه ګويا باید در داخله خاک افغانستان جلوګيري كنيم با مو دليل است كه اونا هم ګروپاي نيابتي خدا تقويه خود كردن و هم با استفاده از مين فضاي كه بازي نو مساعد شوه پاکستان عملا عمليه کړ چندین عملیات استخباراتی در داخل خاک افغانستان کرد مخالفین خود در خاک افغانستان از بین برد چینایا عملا در تلاشی های بعض تلاشی ها نقش دارن این خودش علائم خطر است متاسفانه رهبری طالبا یک تعدادشان در مو، 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 انستیزی فتح را برش دادن و یک تعدادشان هم به دیدگاه افراتی که دارن خب میگن یک اتحاد ناتو تشکیل داده بود یک اتحاد بنیادگرایی ما تشکیل دادیم و در فکر خلافت اسلامی در تمام آخرین اصلابیت. سال برنامه میدان در کمتر از یک دقیقه پاسخ شما به این سوال چیست که آیا امارت طالبان مانند ولایت فقی در ایران دوام خواهد کرد یا او قدر عمر نخواهد کرد پاسخ شما چیست باز بیشتر مربوط و منوط به این میدانم که ما افغانایی که در مجموع و چی در قریه هستیم چی در شهر هستیم در هر جایگاهی که قرار داریم کدام برنامه بدیل که او بتانه هم دنیا را قناعت اما مردم افغانستان را قناعت بتا ارائه کرده میتونیم این مربوط به ما میشه نه به جهان میشه این بار ما باید نه شرق ستیز باشیم نه غرب ستیز و نه هم آنقدر وابسته باشیم که با, با قبل از قطع کمک یا خروج کمک های از اونا ما, ما کشور خود از دست بله ما میتونیم اما اگر ما اقدام نکنیم و, غرق در, در غلاف های مختلف که فعلا متاسفانه اکثر ما هستیم باشیم ما تشویش می که ما هم هویت ما را از دست ما هم جغرافی خود و هم یک بار دیگر و میلیون لیتر خون افغان ریختانده خواهد شد بدون حاصل نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان سپاسگزار هستم از وقت تان و ما واقعا سپاسگزار هستم از گزاره که اینجا تا دیر وقت شب پاییدن تا سوال شما بپرسن و نظرهای شما را بشنون از همه تان تشکر ممنون که با برنامه میدان آمدن تا میدان دیگر خدا نگهدار